سلام میگم به همه عزیزانی که با علاقه بحث‌های روانشناسی ما رو پیگیری میکنن. صحبت امروز من درباره اختلال اضطرابی هست، اختلالی که بسیاری از افراد گرفتار اون هستن و جزء رایج‌ترین اختلالات روانی به حساب میاد در کنار افسردگی. اگر میخواهید بر حس اضطراب و نگرانی و اون حالت دلشوری که دارید غلبه بکنید، مواردی که میگم میتونه بسیار کمک بکنه به شما. یکی از مهمترین کارها اینه که روی یک برگه آنچه که باعث نگرانی و دلهوره شما میشه رو بنویسید. فرضاً اگر شما از رفتن به مهمانی دچار اضطراب و نگرانی میشید، دقیقاً بنویسید که چه چیزی شما رو نگران میکنه. یعنی از تخیل خودتون استفاده کنید، یا حتی واقعا وقتی که در اون مراسم شرکت میکنید در ذهن خودتون مرور بکنید، ببینید چه عاملی باعث نگرانی شما هست. بعد که این عوامل رو مشخص کردید، بیایید و تک تک بررسی بکنید، ببینید آیا دلایلی که آوردید برای نگرانی خودتون منطقی هست یا نه، و این کمک میکنه به شما که با اون منشأ نگرانی خودتون بهتر آشنا بشید و ببینید که در بسیاری از مواقع آنچه که در ما موجب نگرانی و اضطراب میشه به خاطر افکار و اندیشه های غلط هست که منجر به احساسات اشتباه و در نهایت منجر به رفتار اشتباه و رفتارهای اجتنابی و طیف وسیعی از انواع اضطراب ها میشه. برای مثال افرادی مراجعه میکنن میگن ما نگران هم، ما دچار اضطراب و دلشوری میشیم وقتی که میخوایم در یک مهمانی شرکت بکنیم، به خاطر وقتی که علت رو میپرسی مشخص میشه که اینها نگران قضاوت کردن قضاوت های دیگران درباره خودشون هستن، درباره نحوه لباس پوشیدنشون، درباره چهرهشون و طرز صحبت کردنشون. در اینجا من از این افراد میخوام که بیشتر بررسی بکنن، بیشتر تحلیل انتقادی داشته باشن روی این عواملی که منجر به اضطرابشون میشه. برای مثال از اونها میخوام که مشخص بکنن، بگن آیا تا به حال در این مهمانی هایی که شرکت کردن کسی به اونها گفته که لباسشون نامناسبه و اصلا خوب نیست و آدم های بدسلیقی هستند؟ بسیاری از افراد میگن نه، اینجور چیزی نبوده. پس در اینجاست که این فکر به چالش گرفته میشه. مشخصه که فرد در افکار و اندیشه های اشتباهی داره که اون رو به این نتیجه رسوند، یا اینکه آیا این فرد مطمئن هست، دلیلی پیدا کرده، آیا آشکارا بهش گفتن که خوب نمیتونه صحبت بکنه، دچار لکنت میشه و به این خاطر فرزن به او احترام نمیگذارند. و باز هم وقتی که فرد این افکار رو به چالش میکشه، میبینه که هیچ موردی رو نمیتونه پیدا بکنه. پس ما اگر دقت بکنیم، ریشه بسیار از اضطراب های ما افکار اشتباه ما هست و بهترین راه اینه که این افکار و در مرحله اول این افکار رو شناسایی بکنیم، ببینیم چه چیز باعث نگرانی ما میشه. اگر ما از صحبت کردن در مقابل جمع میترسیم، هراس داریم، چه چیز باعث این هراس میشه. بعد که عواملی که نظر ما باعث هراس میشه رو مشخص کردیم، تک به تک بررسی بکنیم، دلیل بیاریم، شواهد بیاریم. برای مثال بگیم که بله، من از صحبت کردن در مقابل جمع دچار هراس میشم به خاطر اینکه وقتی که من صحبت کردم بعدش افراد زیادی گفتن تو خیلی بد صحبت میکنی، وقتی که من صحبت کردم افراد زیادی گفتن که تو بسیار مضطرب و ناتوان هستی. ولی وقتی ما تحلیل میکنیم، میبینیم در بسیاری از موارد این حرفا گفته نمیشه و خیالات و اندیشه های اشتباه ما هست که ما رو دچار عذاب میکنه. پس سعی کنید با خودتون رو راست باشید و شرایط نگران کننده خودتون رو دقیقا مشخص بکنید، اون چیزی که باعث نگران و در مرحله اول میزان اضطراب خودتون رو عدد گذاری بکنید، ماکسیموم رو 10 تصور بکنید و بعد مشخص بکنید بر اساس تجربه‌ای که دارید میزان اضطراب شما چقدر هست، و بعد همونطور که گفتم عوامل و در کنار اون تحلیل اون رو انجام بدید و هرچه آگاه تر بشید بیشتر کمک میکنه تا بر اون فکر اشتباه غلبه بکنید. چون در بسیاری از اوقات ما اشتباه میکنیم. من بسیار دیدم از مراجعان خودم رو که از جذابیت های فیزیکی بسیار بالایی برخوردار بودند، ولی در کمال تعجب وقتی صحبت میکردن اینها معتقد بودند که به خاطر زشتی ظاهری در بسیاری از جمع ها حاضر نمیشند. و شما ببینید، کار من این بود که سعی میکردم اینها رو با واقعیت آشنا بکنم و افکار اونها رو به چالش بگیرم و بعد تأثیر این رفتار رو
کاملا میشد در اونها مشاهده کرد. خیلی از ما به گونه های مختلفی دارای افکار اشتباه هستیم، اندیشه های اشتباه هستیم که در ما احساسات منفی و رفتارهای اجتنابی رو ایجاد میکنه. خیلی از ما فکر میکنیم آدم های قوی نیستیم در حالی که قوی هستیم. خیلی از ما فکر میکنیم جذاب نیستیم در حالی که جذاب هستیم. و با تحلیل انتقادی نشانه ها و بازخوردهایی که ما دیدیم میتونیم به این مسئله آگاهی پیدا بکنیم و مسئله اضطراب خودمون رو کاهش و رفع بکنیم. نکته دیگه که در غلبه بر اضطراب و نگرانی بسیار موثر هست و میتونه به ما کمک بکنه، تکنیک هایی هست که به اونها ذهن آگاهی میگن. ما باید بتونیم ذهن خودمون رو از گذشته، از اینکه مدام گذشته یه تلخ رو مرور بکنیم، به افکار گذشته فکر بکنیم که در ما تولید نگرانی میکنه، یا اینکه پیوسته به آینده فکر بکنیم، به زمان حال متمرکز بشیم، به لحظه‌ای که در اون هستیم متمرکز بشیم. ما باید قدرت تمرکز خودمون رو بتونیم بالا ببریم. ما باید از افکاری که در ما تولید نگرانی میکنه خودمون رو جدا بکنیم. و یکی از بهترین راهها که تمرین میخواد و بعد از اینکه تمرین‌ها رو انجام دادید کمک میکنه به شما که افراد مسلطی بشید، تمرینات ذهن آگاهی هست. این هست که سعی کنید روی محیط اطراف خودتون تمرکز بکنید، جنبه های مثبت رو ببینید، به اشیاء نگاه بکنید، روی رنگ ها و تصاویر دقت داشته باشید، به صداها توجه بکنید، صداهای خوشایند رو در ذهن خودتون مرور بکنید. منظورم اینه که وقتی در شرایط استرسا قرار میگیرید، با قدرت تمرکزی که میتونید به دست بیارید، خیلی راحت شما خودتون رو میتونید از اون فکر اضطراب‌آمیز و نگران کننده نجات بدید. برای مثال از علاقه خودتون به طبیعت استفاده بکنید. در ذهن خودتون در سخت‌ترین شرایط تصور بکنید در یک محیط آرام هستید، در یک فضای بسیار زیبا و در طبیعت قرار دارید و دارید با آرامش محیط خودتون و اطراف خودتون رو نگاه میکنید و از این آرامش لذت میبرید. این قدرت تمرکز و آگاه کردن ذهن و رها کردن ذهن از نگرانی ها و استراب ها با تکرار و تمرین میسر میشه. شما اگر روزی 10 دقیقه، 1 ربع تمرکز بکنید روی اشیایی که در مقابل شما هستند، حتی یک فنجان چای، احساس بکنید که سعی بکنید روی طعم اون چای تمرکز بکنید، سعی کنید روی شکل اون فنجان تمرکز بکنید، سعی کنید که مزه اون رو با تمام وجود احساس بکنید. این کار باعث میشه که ذهن شما این قدرت رو پیدا بکنه که در لحظه زندگی بکنه. چرا ما بسیاری از اوقات مضطربیم؟ چون همش به گذشته فکر میکنیم. بسیاری از افرادی که احساس نگرانی دارن با خاطرات گذشته خودشون زندگی میکنن. تعدادی شاید بیشتر از اینها با ترس های آینده، اتفاقاتی که هنوز نیفتاده زندگی میکنن. تمرین های ذهن آگاهی به شما این قدرت رو میده که در زمان حال باشید و این قدرت رو به شما میده که لحظه‌ای که تون هست توی اون هستید رو به راحت تصور بکنید و از اون لذت ببرید. داشته های خودتون رو بتونید احساس بکنید، اینکه چه نعمت‌های خوبی رو ازش برخوردار هستید، چه چیزهای مثبتی رو دارید. و این کمک میکنه که در حقیقت خودتون رو از اون افکار مسمومی که مربوط به گذشته که دیگه به قول دکتر هولاکویی در گذشته و آینده‌ای که هنوز نیومده خودتون رو رها بکنید. و همونطور که گفتم تکنیک‌های بسیار کاربردی ذهن آگاهی میتونه کمک بکنه که حالا در ادامه بحث‌ها من به تکنیک‌های بیشتر اشاره خواهم کرد. کار دیگه‌ای که میتونید بکنید برای غلبه بر اضطراب خودتون اینه که در ذهن خودتون اضطراب رو به حد اکثر میزانی که میتونید تصور بکنید برسونید. برای مثال اگر اضطراب شرکت در مهمانی یا مراسمات سنتی و مراسمات جمعی و امثال اینها رو دارید، خودتون رو تصور بکنید که دارای بالاترین میزان اضطراب هستید. حالتها رو در خودتون تشدید بکنید، احساس کنید که ضربان قلبتون میره بالا، بدنتون میلرزه، دچار تنگی نفس میشید و امثال اینا. این حالت به شما کمک میکنه که اون زهر و وحشتی که از اضطراب دارید
در حقیقت کمتر بشه. چرا؟ چون میفهمید که تلقین هست. شما وقتی با یک تجسم به این حالت دست پیدا می کنید، این نشون میده که پس اون محیط نیست که شما رو دچار این نگرانی کرده، پس اون فضای اون میهمانی نیست، فضای اون کنفرانس سخنرانی نیست که در شما این اضطراب رو ایجاد کرده، این ذهن شماست که این تصویر رو میسازه. وقتی که شما روی کاناپت خونت نشستی و میتونی این حالت رو در خودت ایجاد بکنی و دچار نگرانی و وحشت بشی، این نشون میده که از درون خودت این افکار شکل میگیره و هرچه شما آگاه بشید از اینکه محیط نیست و این درون شماست و این افکار اشتباه شماست که این رو به وجود میاره، بهتر به شما کمک خواهد کرد که بر اضطراب غلبه کنید. چون همونطور که گفتم، آگاهی بسیار مهم هست در مبارزه با بسیاری از، در غلبه کردن بر بسیاری از اختلالات روانی، خصوصا اختلالات افسردگی و اختلالات اضطرابی. پس سعی کنید که اون حالت اضطراب رو در خودتون تا میتونید بالا ببرید. این کار رو روزی 2 یا 3 بار تمرین بکنید و بعد از 1 یا 2 هفته به خوبی احساس خواهید کرد که وقتی در شرایط واقعی قرار میگیرید، دیگه اون حراس و وحشت و اون حملات نگرانی به شما به اون شدت قبلی دست نخواهد داد و در بسیاری از موارد کاملا از بین خواهد رفت. در کنار این، من میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون اینکه اگر ما دقت بکنیم، نشانه های استراب بسیار همپوشانی داره با نشانه های هیجان، نشانه های جسمی استراب. شما تصور کنید یک خبر بسیار خوشحال کننده به شما دادن. چه اتفاقی میفته؟ ضربان قلب شما میره بالا، تنفستون کوتاه میشه، هیجان زده هستید، ممکنه گریه بکنید. اینها کاملا همپوشانی داره با نشانه های جسمی استراب، ولی چه چیزی این حس رو خوشایند و حس استراب رو آزاردهنده میکنه؟ اون فرمانیه که ذهن شما میده. در یک جا ذهن فرمان میده که اتفاق خوبی افتاده، شما هیجان زده هستید، پس به این خاطر نفس نفس زدن، عرق کردن، هیجان زده بودن هیچ نگرانی ایجاد نمیکنه، بلکه لذت بخشه. ولی در جای دیگه این پیام داده میشه که تو وقتی دچار این حالت میشی، یعنی تحقیر میشی، یعنی دیگران تو رو به مسخره میگیرن و باعث نگرانی میشه. کاری که شما میتونید بکنید اینه که با تمرین زیاد و با افزایش قدرت تلقین خودتون این حالت رو در خودتون ایجاد بکنید که وقتی دچار اضطراب هستید بگید من هیجان زده هستم، من خوشحال هستم. یعنی ذهن فرمان مغزتون رو در حقیقت تغییر بدید. شما این قدرت رو دارید. بسیاری از سخنرانان موفق این تجربه رو دارند و وقتی که میخوان صحبت بکنن دچار اضطراب هستن، ولی اون رو به هیجان تبدیل میکنن، اون رو به لذت تبدیل میکنن. و وقتی تعریفت از اون لرزش، از اون تنفس سریع، از اون عرق کردن ها و لرزش صدا تغییر بکنه، حس شما تغییر میکنه و رفتار شما مثبت‌تر با اعتماد به نفس بیشتری خواهد بود. پس باز هم تاکید من روی ذهن شماست. فرمانهایی که به ذهنتون میدید رو با تمرین شما میتونید تغییر بدید و در ناخودآگاه شما این حالت ایجاد بشه که استراب رو به هیجان تبدیل بکنید. یعنی آنچه که باعث نگرانی و استراب و دلهوره شما میشده، از این به بعد باعث شادی و سرخوشی شما خواهد شد. و تمرینی که میشه کرد اینه که وقتایی که دچار استراب میشید با خودتون مرور بکنید، مدام به خودتون بگید من هیجان زده هستم، من وحشت زده نیستم، من هیجان زده هستم، من بسیار خوشحال هستم، این ضربان قلب من به خاطر خوشحالی هست. در حقیقت شاید بشه گفت که این عبارات دروغ هست، ولی اینها وقتی وارد ذهن شما بشه تبدیل به واقعیت میشه و این فرمان ها بخشی از وجود شما میشه و دیگه شما لذت خواهید برد وقتی این حالت ها در شما ایجاد میشه. راهکار دیگه که میتونه خیلی کمک بکنه برای غلبه بر اضطراب، خصوصا اضطراب های اجتماعی و حالت های فوبیک که اونا هم تولید نگرانی میکنه، اینه که پله پله با شرایط نگران کننده ای که در حقیقت در ذهن شما هست مواجه بشید. اگر از صحبت کردن در جمع حراس دارید، اگر از سخنرانی کردن، کنفرانس دادن، خوشوبش کردن با توی مهمانی ها دچار مشکل هستید، از پله های کوچیک شروع بکنید. از صحبت با بچه ها شروع بکنید. با کودکان، چون استرس کمتر ایجاد میکنه، با اونها زیاد صحبت بکنید توی رفتارهای فامیلی، توی
رفت آمدهای فامیلی، با مغازه‌دارها صحبت بکنید، با راننده تاکسی در مورد مسائل روزمره صحبت بکنید. یعنی خودتون رو در شرایط تعاملی قرار بدید که میزان اضطراب کمتری داره. اگر از صحبت کردن در مقابل یک جمع بزرگ هراس دارید، ابتدا با جمعهای کوچولو، جمعهای کوچیک صحبت بکنید. جلوی اعضای خانوادهتون شروع کنید صحبت کردن، بعد در مقابل دوستای صمیمیتون، و بعد میزان اون رو افزایش بدید. این برای حالت فوبیا هم خوب هست. شما اگر فوبیای پرواز دارید، اگه وقتی میخواید پرواز بکنید دچار اضطراب میشین، اول از همه شما فیلم هایی رو نگاه بکنید که در اون افراد در هواپیما هستن و دارن با هم شوخی میکنن، میگن، میخندن. یعنی اول از تصاویری که با واقعیت، بخشی از واقعیت هست، شروع بکنید و بعد خودتون این تجربه رو داشته باشید. این بسیار کمک میکنه. به فرودگاه برید، افراد رو ببینید، مسافرهایی که خندان از هواپیما پیاده میشن رو ببینید. منظور من فقط ترس از ارتفاع نیست، ترس از پرواز نیست، کلی دارم میگم که اگر پله پله ما یک برنامه رو مدون بکنیم، البته با کمک روانشناس خیلی بهتر میتونین کار انجام بشه، یک سطح بندی بکنیم و مواجهه خودمون رو از کم شروع بکنیم و مرحله به مرحله بیشتر بکنیم، بخش عظیمی از اضطراب و نگرانی ما حل میشه. نکته دیگه که باز هم تلاش از طرف خود ما رو لازم داره، اینه که ما بدونیم که بسیاری از رفتارهای اجتنابی ما، بسیاری از اختلالات اضطرابی، چه اختلال اضطرابی فراگیر و چه اضطراباتی ناشی از وسواس و امثال اینها، ریشه در کودکی و تجربیات تلخ ما دارند. سعی کنیم در شرایطی که در موضع ریلکس تری هستیم به گذشته خودمون فکر بکنیم. ما چه کودکی داشتیم؟ رفتار پدر و مادر با ما چطور بود؟ پدر چگونه رفتار میکرد؟ چه خاطرات تلخی داریم از اونها؟ خواهر و برادر چگونه بودند؟ اینها رو یادداشت بکنید، بنویسید. نوشتن یک راهکار بسیار عالی هست. شما آنچه که در شما تولید نگرانی میکنه رو یادداشت بکنید و بعد متن رو بخونید. در اونجا خواهید فهمید که چیزهایی رو نوشتید که خودتون تصور نمیکردید. ممکنه در نوشت برای بار اول و دوم این حالت پیش نیاد، ولی اگر عادت بکنید به نوشتن، به نتیجه خواهید رسید. این کار رو در مورد کودکی خودتون هم انجام بدید. ببینید در دوران کودکی چه خاطرات تلخی داشتید و بعد از نظر خودتون اینها چه تأثیری داشته، چه الگوهایی از رفتارهای بد پدر و مادر، نزدیکان بوده، از آزارهای اونها بوده که الان شما دارید در حقیقت تجربه میکنید. برای مثال، شاید شما پدر مادری داشتید که همیشه شما رو با دیگران مقایسه میکردن. همیشه میگفتن ببین پسر خالت چقدر باهوشه، دختر عمت چقدر موفقه، ولی تو اینقدر اینجوری نیستی. آیا فکر نمی کنید این در ذهن شما مونده و حالا هر موفقیتی که دست پیدا میکنی، احساس میکنی که به جایی نرسیدی، احساس رضایت نمی کنی؟ چرا؟ چون داری خودتو با بالاتر مقایسه میکنی و میدونید در جامعه ای که، در جهانی که چندین میلیارد زندگی میکنن، همیشه از هر خوبی بهتر هم هست، ولی آیا باید بهتر از همه بود؟ در اینجا ما میرسیم به حس پرفکشنیزم، به کمالگرایی. افرادی که خیلی والدین اونها رو با دیگران مقایسه میکردن، دچار کمالگرایی میشن و دچار استراب میشن. فرد میبینی به پول رسیده، به مدرک عالی رسیده، باز هم مضطرب هست، باز هم نگران هست، باز هم ناراضی هست. در اینجاست که وقتی شما فکر بکنید، کودکی خودتون رو مرور بکنید، خاطراتتون رو بنویسید، میبینید که به خاطر مقایسه شدن مداوم این حالت در شما به وجود اومده و ناخودآگاه وقتی که دکترا میگیرید میخواین پروفسور بشید و به همین صورت. این میتونه در مورد کوچکترین و بزرگترین مسائل زندگی وجود داشته باشه. این نوشتن چه تأثیری داره؟ این نوشتن کمک میکنه که بدونید منشأ اضطراب شما بیهوده است، اشتباه هست، یک فکر غلط و یک اندیشه غلط هست که منجر به احساس اشتباه و عمل اشتباه میشه. پس با خودتون آشنا بشید از طریق نوشتن و خصوصا فکر کردن به دوران کودکی. در این مسیر شما اگر شرایطی مهیا هست، میتونید از روش های سایک انالیتیک یا همون بحث های هیپنوتیسم در روانکاوی استفاده بکنید که یک روانکاو ماهر شما رو میتونه به دوران کودکی برگردونه و در اونجا ذهن شما رو کنکاش بکنه و بعد با تلقین های مثبت بازسازی هویتی داشته باشه و هر آنچه که در شما اضطراب آور بود رو، نقاط ضعف رو، به نقاط قوت تبدیل بکنه. ولی خودتون هم میتونید این کار رو انجام بدید با درون نگری. نکته بعدی،
که خیلی ساده هست و آنی برای حل مبارزه با اضطراب کمک شما میکنه، بحث تنفس هست. بله، تنفس درست کمک میکنه به شما که غلبه بکنید بر اضطراب. سعی بکنید که دم شما حدوداً 4 ثانیه طول بکشه، 3 ثانیه نفستون رو نگه دارید و حدوداً 4 ثانیه هم بازدم داشته باشید. هوا رو از طریق بینی تنفس بکنید و بعد از طریق دهان در طی 1 4 تا 5 ثانیه خارج بکنید. چند نفس عمیق به این شکل کمک میکنه که بسیار حالت اضطرابی شما کاهش پیدا بکنه. نکته بعدی بحث استفاده از مدیتیشن و تکنیک های ریلکسیشن هست که خب بحث طولانی هست و این رو من این قول رو میدم که در کلیپ های بعدی بهش اشاره بکنم، تکنیک های آرامیدگی، بحث های مدیتیشن که چطور کمک میکنه که در حقیقت از فکرهای نگران کننده و اضطراب آور خودتون رو نجات بدید. بحث بعدی ورزش هست، پیاده روی هست، بسیار کمک میکنه به شما. اون انرژی منفی که اضطراب ایجاد میکنه اگر با ورزش آزاد نشه به سمت خودتون برمیگرده و موجب بسیاری از اختلالات جسمی میشه. یعنی بسیاری از نشانهای سایکوسوماتیک ریشه های روانشناختی داره و آسیب زننده هست. پیاده روی های طولانی به شما کمک میکنه. به هیچ وجه تنها نباشید. از ذهن خودتون استفاده کنید. از قدرت تلقینتون استفاده کنید. ببینید چه کسایی میتونن به شما کمک بکنن. تک تک دوستاتون، نمیشه بگید که کسی نیست. حتما دوستانی دارید که با اونها اوقات خوشی رو میتونید داشته باشید، ولی که دوستانی باشن که 20 سال اونها رو ندیدید. حتما شرایطی هست که دوست دارید. قطعا علایقی دارید که به خاطر استراب از اونها دور افتادید. فکر بکنید و باز هم بنویسید در موردش. شروع کنید به نوشتن به اینکه چه چیزهایی شما رو خوشحال میکنه، چه چیزهایی به شما امید میده و اینها در حقیقت کمک میکنه شما به شما که در وضعیت متفاوتی قرار بگیرید. یعنی محیط رو تغییر بدید، محیطی که توش هستید تا جایی که میتونید و در اونجا خواهید دید که چقدر موثر هست. از افراد منفی گرا، افراد مضطرب سعی کنید دوری بکنید تا جایی که میتونید. با افراد مثبت اندیش باشید، فیلم های کمدی ببینید و سعی کنید الگو بگیرید از رفتارهای شخصیت های این فیلم ها و افرادی که دوربر خود شما هستند. بسیار میبینید فرد فقیر هست، فرد به لحاظ امکانات مالی بسیار ضعیف هست، ولی شاد هست، پر انرژی هست، شوخ‌طبع هست. از اینها یاد بگیرید. چرا بسیاری از ما ناخودآگاه افراد منفی رو جذب میکنیم و افراد منفی الگوی ما میشن؟ در جامعه هستند کسایی که با کمترین امکانات بهترین لذت ها رو دارند. پس چشماتون رو باز بکنید و برای حل مشکل اضطراب خودتون به اطرافتون نگاه بکنید، آدم های مثبت رو پیدا بکنید و روی رفتار اونها توجه داشته باشید و این کمک میکنه به شما که این اضطراب شما کاهش پیدا بکنه.